مایک پومپئو نقض مجدد برجام توسط رژیم ایران را غیر قابل قبول دانست. ابراز نگرانی شدید اتحادیه اروپا از کاهش تعهدات اتمی رژیم ایران. اعتراض زندانیان سیاسی زندان ارومیه به یورش وحشیانه ماموران خامنه‌ای. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نقض مجدد برجام توسط رژیم ایران را غیر قابل قبول خواند. وی روز جمعه در مصاحبه با رادیویی در کانزاس گفت: مقام‌های رژیم ایران همین دیروز اعلام کردند که تحقیقات و توسعه سیستم‌های سلاح هسته‌ای را گسترش می‌دهند. این اقدامات غیر قابل قبول هستند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار با بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان از تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم ایران خبر داد. مایک پنس در این دیدار به دنبال راضی کردن انگلستان برای احیای تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه رژیم ایران در صورت توسعه برنامه غنی‌سازی از سوی تهران است. بنابر این گزارش، مایک پنس به دنبال طرحی است که به موجب آن انگلستان در صورت توسعه برنامه غنی‌سازی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور را احیا کرده و برجام را کاملاً باطل کند. به گزارش سایت کمیسیون اروپا، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه توجیه مطبوعاتی روزانه کمیسیون اروپا ابراز نگرانی شدید خود را از کاهش تعهدات اتمی رژیم آخوندی اعلام کرد. وی گفت: ما از رژیم ایران مصرانه می‌خواهیم گام‌هایی را که با تعهدات برجام مغایرت دارد به حالت اول برگرداند و از اتخاذ اقدامات بیشتر که به حفظ و اجرای کامل توافقنامه هسته‌ای ضربه می‌زند خودداری کند. دولت آلمان از رژیم ایران خواست به اجرای کامل تعهداتش طبق توافق اتمی برجام بازگردد. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت خارجه این کشور در برلین خبر اجرای گام سوم کاهش تعهدات رژیم ایران در برجام را نگران کننده خوانده است. وی گفت: ما رژیم ایران را فرا می‌خوانیم اوضاع را وخیم‌تر نکند. با توجه به تلاش‌های جاری برای تنش‌زدایی، اعلام این خبر پیام درستی نیست. هنوز برای رژیم ایران خیلی دیر نشده و این رژیم هنوز می‌تواند راه اشتباهی که انتخاب کرده را ترک کند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز 16 شهریور در حساب توییتری خود نوشت: نفتکش آدریان دریای 1 به سوی سوریه رفته است. تهران فکر می‌کند تأمین مالی رژیم جنایتکار اسد مهمتر از تأمین مردم ایران است. ما می‌توانیم مذاکره کنیم، ولی رژیم ایران مادامی که دست از دروغ گفتن و گسترش تروریسم برندارد، هیچ رفع تحریمی در کار نخواهد بود. صادرات نفت رژیم ایران در ماه گذشته میلادی یعنی اوت به 160 هزار بشکه در روز سقوط کرد. به گزارش شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها کپلر که تولیدات نفت را رصد می‌کند، صادرات نفت رژیم ایران با افت 205 هزار بشکه‌ای به 160 هزار بشکه در روز رسید. ماه ژوئیه، ماه قبل از اوت، رژیم حدود 365 هزار بشکه و در ماه می سال گذشته یعنی اردیبهشت 97 حدود 2 میلیون و 630 هزار بشکه صادر می‌کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد دیگر معافیتی برای مشتریان ایران در کار نخواهد. زندانیان سیاسی ارومیه، یورش ماموران خامنه‌ای به بهانه بازرسی و تخریب و سرقت لوازم شخصی خود اعتراض کردند. آنها اعلام کردند تا زمان بازپسگیری لوازمشان دست به اعتصاب قضایی جمعی خواهند زد. این یورش وحشیانه صبح روز جمعه به بند زندانیان سیاسی صورت گرفت. ماموران جنایتکار مواد غذایی، مواد شوینده، کتاب‌ها و بسیاری اقلام دیگر را که با هزینه شخصی خود زندانیان تهیه شده بود، همچنین قرآن برخی زندانیان را روی زمین ریخته و تخریب کردند.